مایک پومپئو. دوره سکوت ما در قبال اقدام‌های رژیم ایران تمام شد. سناتور تد کروز: رژیم ایران در ازای گروگانگیری آزاردهنده باید حساب پس بدهد. وزیر خارجه آمریکا عصر روز پنجشنبه طی سخنانی در دانشگاه قاهره در مصر گفت: دوره سکوت ما در قبال اقدامات رژیم ایران تمام شد. دولت آمریکا با اقدامهای بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه برخورد خواهد کرد. مایک پومپئو افزود: ما به دوران چشم بستن آگاهانه در قبال اقدامهای رژیم ایران پایان دادیم. ما اعلام کردیم در کنار مردم ایران برای آزادی خواهی ایستاده ایم. آمریکای دوران دونالد ترامپ میگوید آمریکا نباید از آخوندها محافظت کند. Emboldened, the regime spread its cancerous influence to Yemen, to Iraq, to Syria. وال استریت جورنال درباره تحریم یک نهاد اطلاعات آخوندی و دو مأمور آن نوشت: برای اولین بار بعد از برجام اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران اعمال کرد. هرچند دیر، ولی این اذعان خوبی است که توافق اتمی سال 2015 نتوانست رفتار تهران را تغییر دهد. وال استریت جورنال با اشاره به آزادی عمل تیم‌های آدمکش رژیم ایران در اروپا افزود: گزینه بهتر تشکیل یک جبهه متحد با آمریکاست. چنانچه رهبران اروپا با واشنگتن برای مذاکره مجدد برای یک توافق اتمی پایدار که در این حال به رفتار شرورانه رژیم ایران در خارج و ادامه توسعه موشک‌های بالستیک آن بپردازد کار کنند، اروپا جای امن‌تری خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم رژیم آخوندی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، نسبت به تحریم یک نهاد اطلاعات آخوندی و دو مأمور آن که در اقدامات تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه دست داشتند، سوز و گداز کرد و گفت: در حالی که اروپا بهشت امنی برای میزبانی از مجاهدین شده است که هزاران غیر نظامی را ترور کرده اند، انتقاد از رژیم و تحریم‌های ایرانی‌ها یک اقدام کاملاً غیر قابل قبول و انحرافی در مسئولیت خود است. غارت شدگان پدیده صبح روز پنجشنبه با تجمع در مقابل ایستگاه مترو در میدان جهاد در تهران به غارت دارایی‌هایشان اعتراض کردند. تجمع کنندگان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: پول پدیده کجاست؟ تو جیب دولتی هاست و پدیده را بفروشید، پول ما را پس بدید. سناتور تد کروز از اعضای برجسته سنای آمریکا در ارتباط با دستگیری یک آمریکایی در ایران گفت: خبر به گروگان گرفتن یک آمریکایی دیگر توسط رژیم ایران آزاردهنده است. من با همکارانم در کنگره و با دولت دونالد ترامپ کار می‌کنم تا مطمئن شوم تک به تک مقام‌های رژیم ایران که در بازداشت و زندانی کردن آمریکایی‌ها دست داشتند مورد حسابرسی قرار بگیرند. نیویورک تایمز نوشت رژیم ایران مایکل وایت، سرباز نیروی دریایی سابق آمریکا، را از ماه ژوئیه که با خانواده‌اش در ایران دیدار داشته بازداشت کرده است.